دوستان گرامی من با سلام و احترام و درود بر شما و با امید و آن که تمام تون رو غرق در سلامتی و خوشکامی و خوشکاری گذرانده باشید و برای آیندهتون هم جز به دوستی و عشق و مهر و محبت و لطف و صفا تکه نکنید براتون میخوام سی و برنامه از قصه قاجارها رو تعریف کنم تحت این عنوان مجدکن در پیکر افسرده ایران باز جان آوید امید آید توان آید باز در باغ زتاراج دی آزرده بلول آید لاولا لا آید ارقوان آید پهلوانی با درفش کاویان آید آفریدون آید و ایران ویران را معمن آزادگان سازد بر فراز خانه ما میهن ما باز پرچم ایران برافرازد شیر با شمشیر و با خورشید باز در عالم سر افرازد دوستان گرامی من براتون زمان ناصر زمان مزفر رو تعریف میکردم و رسیدیم به اون جایی که جناب مظفرالدین شاه ناگزیر است که اولین دست خط خودش رو تحت فشار مردم ایران تنظیم بکنه و ارائه بکنه دوستان عزیزم برای اون که شما کاملا متوجه بشوید که در دوران قاجارها به خصوص زمان سلطنت ناصرالدین شاه مردم در چه وضعیت و کیفیتی به سر می بردند و اصولاً زندگی چه حال و هوایی داشت که بالاخره منجر به فرا رسیدن دوران مشروطیت شد ناگزیرم یک کمی خودمانی تر و به اصطلاح روشنتر برایتون حالات پادشاهان دوران و همچنین اطرافیان اعلا حضرت رو توضیح بدم بعد هم روشن کنم که آخوندیزم چه وضع و حالی داشتن و قدرت بی حساب آنها چگونه حاکمیت رو زیر سیطره خودش گرفته بود و چطور مردم رو در اختیار داشتند حالا عین دوله صدر اعظم شده او در بیرحمی و قصاوت شهره است شلاق زدن کشتن مصادره اموال مردم کار همه روزی اوست و هیچ کس هم جرأت ندارد در مقابل بیرحمی و ستمگری او سر بلند کنه. این دوله برای اینکه از هر جهت مردم رو زیر سیطره خودش بگیره آخوند شیخ فضل الله نوری رو به عنوان حاکم شرع و نماینده دولت در زمینه احکام تعیین کرد همه اختیارات لازم رو هم در اختیار او گذاشته در نتیجه بقیه آخوندها یا به اصطلاح مجتهدین مجبور بودند که از شیخ فضل الله نوری حرف شنوی داشته باشند و پیروی کنند اما دو تن از مجتهدین به نام آن روز آخوند سید عبدالله بهبانی و آخوند سید محمد تباتبایی که خودشون رو ارجه و اولا بر شیخ فضل الله می از این اقدام عین دولت سخت عصبانی شدن در نتیجه تصمیم گرفتند که با عین دولت و شیخ فضل الله به مبارزه برخیزند آن روزها اتفاقا تعرفه گمرکی قند شکر کمی تغییر پیدا کرده بود در نتیجه فروشندگان قند شکر قیمت رو یک کمی بالا بردن همین امر سبب شد که آخوند بهبانی و سید محمد سنگلجی با جماعتی از همراهانشان به مسجد شاه بروند سید جمال واعظ بر منبر رفت سخن از ازل علا دوله حاکم تهران و این دولت صدر اعظم و همچنین موسیو بلژیکی وزیر گمرکات رو به میان آورد و فریاد برداشت که علما و مشتهدین تهران عراضی دارند که باید مستقیما با پادشاه صحبت کنند. و بعد ضمن صحبتش گفت اگر این علا حضرت پادشاه ایران مرد مسلمانی باشد باید علما و مشتهدین رو بپذیرد و عرائز بیقر از علما را بشنود وقتی سخن سید جمال واعظ به اینجا رسید امام جمعه تهران که از طرفداران شیخ فضل الله بود و از قبل هم مقدمات لازم رو فراهم کرده بود اونجا در پای منبر نشسته بود فریاد برداشت که ای مردم این سید بیدین روی منبر روی منبر پیامبر اسلام به شاه مسلمانان ما بی احترامی میکند و در مسلمانی او شک میکند بیایید دور از منبر پایین بکشید ناگهان تعدادی از طلبه ها و مردم که از قبل آماده شده بودند با چوب و چماق ریختند و سه جمال واعظ رو از منبر پایین کشیدند و همه مردم را هم از مسجد بیرون کردند از اینجا مبارزه آخوندیسم با شیخ فضل الله و عین دوله شروع شد گروه آخوندها به ریاست سید عبدالله بهبانی و سید محمد تبا که عنوان مشتهدین اعظم را داشتند تصمیم گرفتند که از تهران بیرون بروند به صورت قهر و در حضرت عبدالعظیم تحسن بجویند مردم درشگاه حاضر کردند و آن دو نفر آخوند مبارزجو به شهر ری رفتند به این ترتیب خصومت بین آقایان این دوله و شیخ فضل الله و مجتهدین علنی شد و از همین جا بود که به اصطلاح نطفه انقلاب گذارده شد عین دوله فردای آن روز یه مهمانی بزرگی ترتیب داد و از شیخ فضل الله نوری و امام جمعه تهران تجلیل کرد و با آنها پاداش داد متحسنین به ریاست سید عبدالله و سید محمد آخوندهای برجسته تهران در صدد برآمدند، آمدن تا مطالب خودشون رو مستقیما و بدون واسطه عین دوله صدر اعظم با شاه در میون بگذارند. به این جهت برای اینکه کسی رو پیدا بکنند رفتن به سراغ سفیر عثمانی اونها یه توماری از مستدیات خودشون آماده کردند ولی سفیر عثمانی وقتی تقاضاها ها رو بررسی،, بررسی کرد متوجه شد که تمام تقاضاها در باب جلب منافع آخونده هاست به این جهت از قبول آن عوض خواست و گفت که باید تقاضاهایتان عام پسند باشد تا من دخالت کنم و آن را ببرم با شاه در میان بگذارم یحیای دولت آبادی نویسنده مشهور آن روز تعریف می که در آن جمع حضور داشت برای اینکه بتواند تقاضاها را صورت عام بدهد به آن یک موضوع اضافه کرد موضوع عدالتخانه او می نویسد که بنای ادالت خانه که به عرائض و تظلمات رعیت رسیدگی بشود مورد استدعاست و با این طریق سفیر عثمانی پذیرفت که باسته بین علما و پادشاه بشود و مبحث اصلی هم تشکیل ادالت خانه باشد دولت آبادی در خاطراتش می نویسد آشکار است که تمام خواسته ها به استثنای ادالت خانه فقط در جهت تأمین طبقاتی روحانیون بود حالا سفیر عثمانی نزد مشیر دوله که وزیر خارجه بود می رود تقاضاها ها را با او در میان میگذارد. مشیر دوله زمانی که عین دوله صدر اعظم هم نزد شاه بود آن تقاضا را برای شاه که اصلا از اوضاع خبر نداشت قرائت می کند و به شاه توضیح میدهد که آقایان علما به شهر ری رفتن و تحسن اختیار نمودن شاه که خودش را مطلقا پادشاه دین پناهی معرفی میکرد و همیشه میخواست که سایه آخوندیس بر سرش باشد وقتی از قضیه با خبر شد دستور داد که به سفیر عثمانی بنویسند که خواسته های آقایان علما پذیرفته شده و به این دوله هم معکدن دستور می دهد تا آخونده ها را و همراهانشون رو در کمال احترام به تهران بازگردانند و تایید می کند که مستطعیات آنها را به اجرا بگذارید این دوله که چاره نداشت میگوید قربان اطاعت میکنم. ولی اجرای این مستطعیات دو روزی طول خواهد کشید این دوله نماینده روحانیون رو به شهر به شهر تهران دعوت می کند اما سعی می کند که به بی اصطلاح بین روحانیت تفرقه بیندازد و هیچ اقدامی در جهت اجرای دستورات شاه انجام نمی دهد. دو مجتهد مشهور که متوجه می شوند این دوله با آنها بازی می کند مردم رو تحریک می کنند گروهی از طلبه ها و مردم در مسجد شاه اجتماع می کنند و با براشفتگی از عین دوله درخواست اجراع دستور شاه را مینمایند. عین این دوله برای وقت گذرانی عریضه به حضور شاه می نویسد و از شاه تقاضا می کند که به منظور پذیرش درخواست های متحسنین و ایجاد عدالتخانه خانه اعلی حضرت باید دستور معکد اعلام بفرماید مزفر دین شاه نیز دست خطی به این مضمون می نمیسد. جناب اشرف عطابک اعظم چنان که مکرر این نیت خودمان را اظهار فرموده ایم ترتیب و تأسیس عدالتخانه خانه دولتی برای اجرای احکام شرع متا و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب تر است و این است به سراه مقرر میفرمانیم برای اجرا این نیت مقدس قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و احکام شریعت متحره است باید در تمام ممارال که محروسی ایران عاجلا دایر شود به وچی که میان هیچ یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود و در اجرای عدل و سیاست به طوری که در نظامنامه این قانون اشاره خواهیم کرد ملازه اشخاص و طرفداری های بی حد ممنوع باشد البته به همین ترتیب کتابچه نوشته شود مطابق قوانین شرع مطابق فصول آن ترتیب و به عرض برسانید تا در تمام ولایات دائر و ترتیبات مجلس آن هم بر وجه صحیح داده شود البته این قبیل مستدیات علماء اعلام البته این قبیل مستدیات علماء اعلام باعث مزید دعاگوی ماست همه وقت مقبول ما خواهد بود همین دستخط رو هم به عموم ولایات ابلاغ کنید زی قعده 1323 هجری قمری بعد از انتشار دست خط روشن فکران و آزادی خواهان به فعالیت برخاستند. فریدون آدمیت با استفاده از اسناد حسین صقفی که خود در آن دوران حضور داشته در کتاب دوران مشروطیت می نویسد که روشن فکران تقاضای خود را به این شهر منتشر کردند. مجاهدت در تحصیل فرمان مشروطیت و برقراری اصل حریت مبارزه با مخالفین آزادی و ترغیب شاه در اعطای فرمان مشروطیت البته خواسته آزادی هیچ شباهتی با دستور دستخط شاه نداشت ولی به هر حال درخواست مشروطیت برای اولین بار آشکارا اعلام شد خب متحسنین کارهاشون رنگ اقلابی به خودش گرفت که باید به دست اکثریت این انقلاب تأمین میشد انتشار افکار روشنفکران و گفته های بعضی, گفته های بعضی اصلاح طلبان در مردم به تدریج تأثیر می کرد و علاقه و تمایل ایجاد می کرد و به تدریج مردم آماده حرکت می شدن. و دو مجتهد بزرگ تهران که به عنوان پیشوایان دینی مردم این حرکت رو رهبری میکردند، با اطمینانی که به نفوذ خود در بین مردم داشتن اهمیتی به آنچه روشنفکران به عنوان مشروطیت خواستار آن بودند نمیدادند و تصورشان آن بود که مردم همراه آنها فقط به خواسته علما توجه خواهند کرد از طرفی شیخ فضل الله نوری که از طرف این دوله به عنوان حاکم شهر و به اصطلاح فرمانده آخوندیس تعیین شده بود متوجه شد که به مقام محبوبیتش در میان عامه مردم لطمه شدیدی خورده و مردم دیگه کمتر به حضور او میرند و کمتر به او به اصطلاح خمس و زکات میدن متوجه شد شرکت نکردن او در تحسن موجب شده که مردم به بهبانی و تبا تبایی بیشتر توجه بکنن در واقع سه جبهه تشکیل شده بود جبهه مردم که حالا دیگه ریاست اون رو آخوند بهبانی و آخوند تبا, تبا تبایی به دست گرفتن جبهه این دوله و شیخ فضلالله نوری که مخالف با اجرای دستور شاه هستن و جبهه خود شاه که سومین جبهه را تشکیل داده بود و اطرافیانش و شاه که میخواهد هر چه زودتر مردم ساکت بشوند و علما هم احترام او رو حفظ کنند چندی میگذرد ولی این دوله هیچ اقدامی جدی در جهت اجرای فرمان عدالتخانه انجام نمیدهد به همین سبب روحانیون درخواست یک جلسه حضوری با صدر اعظم رو میکنند تبا طبع تبایی به این دوله میگوید که این ادالت خانه ای که مردم و علما خواستار آن هستند اولین ضررش متوجه خود علما خواهد بود زیرا وقتی مردم آسوده باشند و ستم نبینند دیگر از علما بی نیاز می و درهای خانه های ما بسته می شود. به این جهت سعی کنید که ادالت خانه را به راه بیاندازید. اما این دوله همچنان به کار خودش مشغول است. ورود روزنامه های خارجی و کتب خارجی را ممنوع می کند. رفت آمد ها را محدود می کند. و چند تن از و آز آزادی خواه از آن جمله جمال دین اسفانی رو که یکی از و آز مشروط خواه بود به قوم میفرستد تا آنکه در روزهای محرم و روزهای آشورا و تاسورا در تهران نباشند نازم الاسلام کرمانی در خاطراتش می نویسد مردم تحریک شده به تدریج روی به اقتشاش گذاشتند در نتیجه علما و مجتهدین در مقام مطالبه اجرای دستخط شاه برآمدند چون ناگزیر بودند حرف مردم رو بشنوند و الا مردم از آنها روی برمیگردوندن دولت آبادی نوشته است که حرکت مردم مطالبات و نوشته های روشف فکران و دستگاه روحانیت رو تحت فشار گذارده بود به این جهت آنها نامه دیگر بین دوله نوشتند و خواستار اجرای دستور شاه شدند به تدریج دستخواست عدالتخانه با کلمه مشروطیت توهم شد و آهسته آهسته مردم به جای ادالت خانه دیگر مجلس و اتحاد دولت و ملت رو عنوان می کردن. و این امر نشان می داد که اصلاح طلبان و روشنفکران به تدریج توانسته بودند در عامه مردم رسوخ کنند به طوری که اکثریت مردم خواستار مجلس شده بودن که البته محدود کننده قدرت روحانیت بود ولی روحانیت چاره جز این نداشتند که با مردم همراهی کنند ایجاد جبهه مشترک با زعامت و سردستگی علمای روحانی امکانی برای اعمال نفوذ و قدرت نمایی باقی نمیگذاشت روحانیونی که در وهله اول تقاضای خصوصی داشتند و سعی میکردند تا قدرت خودشون را هرچی بیشتر حفظ کنند ناگهان با درخواست عام مردم دال بر مشروطیت و ایجاد مجلس شورا مواجه شدند در نتیجه احساس کردند برای حفظ ریاست و مقام معنوی و روحانی خودشان ناگزیرند که خواسته عمومی را قبول کنند و خودشون را با تقاضای مردم انتباق بدن و پس از مشورت بین خودشان مسلحت در آن دیدند که همچنان همراه مردم به عنوان زعیم راه بیفتند دکتر فریدون آدمیت در یک گزارشی از کاردار دولت انگلستان نوشته است در باغشاه به دعوت عین دوله مجلس شورای دولتی تشکیل کردیم که این کاردار در آنجا حضور داشته و رجال درباری و وزرا در آن جلسه حضور یافتند عین دوله رو کرد به مردم و رو کرد به هزار و گفت که اعلی حضرت پادشاه دستخط عدالتخانه را صادر فرمودند لیکن من تا امروز به مساهمه گذراندند آقایان علما دست بردار نیستند هر روز مکاتیب و پیغام هایی میفرستند مردم هم از نوشتن شبنامه منصرف نمی شود اما شما شما آقایان آیا صلاح می دانید که دست خط اعلی حضرت به موقع اجرا گذاشته بشود یا آنکه صریحا به من، به علما و مردم جواب بدم و آنها را معیوز کنم اگر چه لازم باشد که قوای دولتی را به کار بگیرم احتشام السلطنه میگوید که صلاح دولت بر اجرای دستخط است چه اگر دستخط اعلی حضرت را اجرا ننمایید دیگر ملت اعتماد به قول و دستخط شاه نمی کند و شرف دولت هم از بین می رود اما بهادر وزیر دربار میگوید که نخیر صلاح دولت بر عدم اجرای دست خط پادشاه است چه اگر ادالت خانه برپاب بشود آن وقت پسر پادشاه با بقال مساوی خواهد شد و دیگر هیچ حاکمی نمیتواند دخلی بکند مسلطانه السلطنه میگوید که جناب وزیر دربار دیگر بس است دخل تا کی و ظلم تا چه وقت مردم را زلیل رعیت را تا چه اندازه فقیر میخواهید ملت را با دولت طرف نکنید حاجب دوله در این موقع میگوید اگر ادالت خانه برپا بشود اصلا سلطنت منقرض خواهد شد ناصر دوله میگوید امروز صلاح نیست هنوز در ایران وقت تاسیس مجلس نیست ادالت خانه با سلطنت اصلا روابط نزدیکی نمیتواند داشته باشد. وزیری دربار میگوید جناب احتشام السلطنه شما که از قاجار هستید چطور راضی میشوید که سلطنت از خانواده قاجار برود؟ احتشام السلطنه میگوید قوت دولت و ترقی سلطنت با اتفاق و همراهی ملت است. امروز کوکب اقبال دولت طلوع کرده که ملت در مقام اصلاح و نواقص برآمده است قدر بدانید با ملت متفق شوید ظلم بس است شاه را بدنام نکنید دولت را مفتزه نسازید امیر بهادر رو میکنه به احتشام سلطنه میگه این احتشام سلطنه خیال داره شاه رو ضعیف کنه احتشام و میگوید که من میخواهم پادشاه و ولی نعمت خود را در مقام امپراتوری آلمان و انگلیس صاحب اختیار ببینم اما شما پادشاه را مثل خدیو مصر و امیر بخارا میخواهید امیر بهادر که عصبانی شده بود میگوید که من تا جان دارم نمیگذارم عدالت خانه برپا بشود خوب از شما بروید به, به مملکت آلمان و بعد از این به امپراتور آلمان خدمت کنید پادشاه ایران احتیاجی به خدمات شما ندارد عین <applause> دوله که متوجه می شود که قصد خیلی بدی و انتظار نداشت که از عده حاضرین کسی پشتیبان نظر خواستاران مجلس باشه ناگزیر میشه که جلسه رو تعطیل بکنه و میگوید که اجازه بدهید که مراتب رو به عرض اعلی حضرت برسانم و با ایشان مشورت بکنیم تا ببینیم چه خواهیم کرد دوستان عزیز من قصه سر دراز داره ولی خب تصور میکنم اینها مطالبی است که بعد از صد و چند سال از گوشه این کتاب ها بیرون کشیدم براتون و قصه میگم امیدوارم که مورد عنایتتون قرار بگیره روز روزگارتون خوش تا برنامه بعد